دوستان عزیز، ما در مورد آموزش در ایران، آموزش عمومی، از همون ابتدای دبستان متوجه میشیم. یعنی به محضی که شما کتب درسی رو باز کنید یا دانش آموزی داشته باشیم توی خونه، فرق نمیکنه از پایه اول تا سطح دیپلم، ما از همون ابتدا میبینیم که یکی از بارزترین ویژگی های این سیستم آموزشی، آموزش اخلاق، هنجارها و مواردی است مبتنی بر دین. به چه معنا؟ من اینو من توضیح بدم براتون قشنگ روشن بشه. ببینید، وقتی میخوان یک قبل از اینکه من وارد این بحث اخلاق بشم، یه نکته بگم. اونجایی که آموزش مستقیم دین وجود داره، یعنی قرآن رو درس میدن، نمیدونم میخوان حدیث رو به دانش آموز حالی کنن، اصلا من فکر میکنم انقدر این موضوع واضحه که ما نباید دیگه در موردش صحبت کنیم. به طور مثال بچه 8 ساله، خصوصا پسر، چون باز حاکمان مسلمان معتقدن که دختر از 9 سالگی مکلف میشه، ولی چه معنی داره پسر 8 ساله رو محکوم میکنن که تو باید این بخش از قرآن رو یاد بگیری و بیای امتحانش رو بدی؟ تو این ایام کرونا دانش آموز رو محکوم میکنن که تو باید اینقدر از قرآن رو ضبط کنی، رو واتساپ برای ما بفرستی. اگر هدفشون ترویج اسلام در ذهن اون بچه است، که این بچه با خوندن اون عربیش چی نمیفهمه. اگرم به شکل گسترده‌تر نگاه کنیم، اصولاً ترویج دین و آموزش دینی به بچه در واقع که تشخیص خوب و بد رو از خودش هنوز نداره، کاملا امر غلطی است. ما ناخودآگاه باوران که این رو اصلا امر بی اخلاقی میدونیم، اما از نظر اصول روانشناسی کودک هم نگاه کنید، کار اشتباهی است. بنابراین اون قسمتایی که در نظام آموزش عمومی ایران ما آموزش مستقیم دین داریم، یعنی درس دینی داریم، درس قرآن داریم، معلم قرآن داریم، این اصلا حسابش کاملا واضحه. برای که خوب بفهمید منظور چیه، از بودجه عمومی کشور، وقتی میگیم عمومی یعنی توش شیعه هست، سنی هست، یهودی هست، بهایی هست، ناخدا باور هست، همه جور ادیانی هست، زرتشتی هست، مسیحی هست، همه چی هست. تازه همون شیعه هم معلوم نیست که با سیاست‌های رژیم موافق باشن. از بودجه عمومی کشور کتاب درسی چاپ میکنن، معلم دینی پرورش میدن، وقت دانش آموز رو میگیرن برای اینکه چیزی رو بهش آموزش بدن که همین الان عرض کردیم از نظر من ناخدا باور غیر اخلاقی است و از نظر روانشناسی کودک هم رد شده است. خب پس بحث آموزش مستقیم دینی رو ما میذاریم کنار. اما داشتم اینو میگفتم که وقتی میخوان اخلاق، هنجار، مسئولیت‌های اجتماعی، اینها رو بیان آموزش بدن، حتما بهش یک رنگ و لعاب و زمینه دینی میبخشن. حالا یا مستقیم این کارو میکنن، یعنی مثلا قال الصادق، قال الباقر، امام علی فرمود، رسول الله اینجوری گفت، و یا میان مثلا اگه میخوان بروزش بکنن، میبرن اینو در قالب یه آدمی که مسجد میره، یک ظاهر معادل سبک زندگی حالا مورد تایید حاکمین رو داره، به اصطلاح عامیانه یه آدم حزب‌اللهی، یعنی این آدم داره این کارو میکنه. مثال واضحش فکر میکنم کسی نباشد که این جمله رو در ایران حداقل در 40 سال اخیر اگر مدرسه رفته نشنیده باشد. برای اینکه به ما بگن آقا قدر معلمتون رو بدون، میگفتن حضرت علی فرمود اگر کسی به من یک کلام بیاموزد، مرا تا ابد بنده خود کرده است. حالا انگار اگر علیشون اینو نمیگفت، ما نمیفهمیدیم باید قدر معلمه میدونستیم. منظورم این است که میگم آموزش های عمومی رو هم بهش صبغه دینی میبخشن. یه مثال دیگه براتون بزنم، این خیلی توی فیلم و سریال ها دیده میشه، اما تو کتب درسی هم همینه. وقتی میخوان نشون بدن که یه نفری کار خوب و درست میکنه، اسمش نه حتی الزاماً اسم امام ها و اینا باشه، حتی اسم عربی است. یعنی که بیان حتما بگن علی اینو گفت، یا اون شخص که اسمش مثلا جعفر بود اینو گفت، حتی اسامی عربی استفاده میکنن. اما اگر شخص منفی است، کار اشتباهی کرده، در غالب موارد اون فرد یک آدم با اسم پارسی است. اینا اگر شما اینا رو کنار هم بچینید، حلقه های کوچکی از یک پازل بزرگ هم. ما در قسمت قبل در مورد اسم مدرسه صحبت کردیم، اما الان ما داریم در مورد محتوای کار صحبت میکنیم.
به این جزئیات هم دقت میکنن و ما به عنوان منتقد باید به این جزئیات دقت کنیم. عرض خدمت شما که این شمای کلیش، یعنی اون بخشی که مربوط به آموزش دینی مستقیم که گفتم اصلا اون خیلی واضحه و غیر مستقیم مطرح میشه. اما حالا بیاییم برید یه خود در سطوح بالاتر، خصوصا تو دبیرستان که دانش آموز حالا سنش بالاتره، محیط رو بیشتر میشناسه، به اصطلاح خود اهالی دین اهل تمیز شده و میتونه تشخیص بده خوب رو بد رو. خب توی دروس علم محض دیگه 2 به اضافه 2 میشه 4. دیگه اینجا حضرت علی و نمیدونم حسین ابن علی اینجا زیاد تأثیری نداره. اما فاجعه در علوم انسانی اتفاق میفته. حالا بماند بحث خود درس زیست شناسی هم و تناقضاتی که با علم داره و اینا، چون من متخصصش نیستم وارد نمیشم، اما آنچه که دیدم و میدونم شما دروسی مثل فلسفه، مثل تاریخ، مثل منطق، خود درس دینی یعنی اون بینش اسلامی که درس میدن و دروس اینچنینی، شما اصلا با یک به معنی مطلق با یک فاجعه روبرو هستید. حالا یعنی چی؟ سانسور گسترده، قلب و تغییر تاریخ، تحلیل های نابجا و اشتباه، معرفی کردن افراد با در واقع ترسیم چهره افراد به بچه‌ای که نبودند، حالا یا خوب بودن بد نشونشون میدن یا بد بودن خوب نشون میدن، همه اینا چرا اتفاق میفته؟ اگه این سوال بخوایم پاسخ بدیم از ابتدای بحث، یعنی اصلا اون پیشگفتار تا این لحظه، شما به یک پاسخ میرسید. همه اینا در نظام آموزش عمومی به این خاطر اتفاق میفته که حاکمینی که مبتنی بر فقه شیعه هستن، رجوع کنید به عنوان برنامه، حاکمینی که مبتنی بر فقه شیعه هستن میخواهند بگویند تمام حوادث، تمام افراد و تمام این موارد زمانی درست است که منطبق بر ایدئولوژی ما باشه. دو، ایدئولوژی ما درست است و اینها را اینجوری میگوید. یعنی قضیه مرغ و تخم مرغ هم هست. بنابراین این از مواردی است که اتفاق افتاده. اجازه میخوام برای آرامش فضا، خود من بلند بلند صحبت کردم، من یه خاطره تعریف کنم، باز از خودم میگم، حالا اگه جایم از کسی دیگری باشد حتما ذکر میکنم. دوستان من بنا به علاقه شخصیم درباره انقلاب مشروطه مثلا خونده بودم و حالا قبلش و بعدش، موضوع مال خیلی قدیمه، یعنی حتی شاید من هنوز دبیر هم نشده بودم. من درباره میرزا حسین خان سپهسالار رفته بودم خونده بودم، الان یادم نمیاد از دکتر آدمیت یا آقای نفیسی و عددیم از مراجع معتبری که درباره اون زمان بوده، من درباره میرزا حسین خان سپهسالار خونده بودم. میدونستم ایشون اولین کسی است که در ایران پست رو ایجاد کرد، بعد کارخانه مهمات سازی بخار رو ایجاد کرد، خیلی خدمات کرد میرزا حسین خان سپهسالار. تو 10 سالی که سفیر استانبول در ترکیه بود و ناصرالدین شاه به اونجا مراجعه کرد، خیلی منشأ خیلی کارا شد، خیلی چیزا رو بعداً که آمد ایران و به نخست وزیری رسید، یه 2 سال نخست وزیر بود، خیلی کارا کرد. یعنی یه آدمی بوده مثل همه آدما، قطعا اشتباه کرده، اما یک دید منصف نمیتواند بگوید میرزا حسین خان سپهسالار منفی بوده، بسیار وطن پرست بوده. من یه روزی توی فرصتی که پیش میومد، همه شما دانش آموز بودین میدونین، برتتی بونم درس خوشگی مثل فیزیک، حالا 5 دقیقه اولی که باز 5 دقیقه آخر که باز، بعضی وقتا پیش میومد، حالا من چون خودم هم ورزشی و فوتبالی هستم، حتی به بچه‌ها جایزه میدادم، میگفتم مثلا اگر معدل کلاس تو این امتحان انقدر بشه، مثلا هفته بعد میریم فوتبال با هم دیگه. حالا بماند از این، ولی توی فرصتایی مثلا پیش میومد 5 دقیقه استراحتی اینو بود، من همینطوری که کنار دانش آموز قدم میزدم، کتاب تاریخ رو دیدم، تاریخ سوم دبیرستان اگر اشتباه نکنم، باز کردم، به طور کاملا شانسی افتادم روی قسمتی که درباره میرزا حسین خان سپهسالار خیلی کوتاه در حد 1-2 مثلا پاراگراف، یک چهره سیاه خائن وطن فروش از این آدم ترسیم شده بود که بله این موره انگلیس بوده و مملکت به انگلیس ها فروخته و الاخ. خب دانش آموز براش مدرسه خانه دومه، مکان پاک و درستیه، معلم هم براش نمونه اخلاق و سواد و به هر ترتیب، این یک فضای عمومی است که در همه جای دنیا وجود داره. یعنی دانش آموز در ابتدا به ساکن در همه جای دنیا ایمان و اعتماد میکنه به مدرسه، به محیط، به معلم، به کتاب.
خیلی برای سخته که تو بیای بهش بگی آقا جان این چیزی که تو یاد میگیری دروغه، دو به اضافه دو نمیشه چهار. من تو اون فرصتی که پیش اومد به دانش آموزان گفتم که بچه ها این چیزایی که درباره میرزا حسین خان سپهسالار تو کتاب شما هست همچین نمیخوره به واقعیت. بچه ها گفتن آقا جعفری چی میگی، مگه میشه اینا دروغ بگن به من؟ گفتم من حرفی نمیزنم، این مرجع مثلا کتاب دکتر آدمیت یا فلان جا برید بخونید. از اون کلاسی که حالا مثلا 30 نفر تو کلاس هست، 2 یا 3 نفر بعدها آمدن به من گفتن فلانی ما رفتیم خوندیم و دیدیم که حرف تو درست بوده. اما فارغ از اینکه اونها به این نقطه رسیدن، یک نکته مهم اینجا اتفاق افتاد. من به عنوان معلم اشتباهات داشتم، ممکنه حق کسی رو ضایع کردم، اما اگر به یک چیز در زمان 14 سال تدریسم معتقد باشم، افتخار کنم، من باید بگم تونستم تخم شک رو در ذهن دانش آموزان در تمام این سالها بکارم و این رو تمام شاگردای قدیم من گواهی میدن. از همون کلاس من میدونم، چون به بازخورد داده شد بدون اینکه برن کتاب میرزا حسین خان سپهسالار رو پیگیری کنن و بخونن در موردش، این بازخورد به من داده شد که آقا ما از این بعد به هر آنچه که تو این کتاب هست اعتماد نمی کنیم. من در بخش بعدی قسمت پرورشی حتما به این نکته برمیگردم، چون باید در موردش صحبت کنیم. این مثال رو به عنوان یه خاطره گفتم تا شما بدونید که من به کجا اشاره دارم وقتی میگم فاجعه اتفاق میفته، خصوصا در کتب علوم انسانی.